سلام به قسمت 75 تک تاک، خوش اومدید. امیدوارم بین التعطیلین خیلی مشی رو در حال تجربه کردن باشید، ولی با همین اوصاف من برای شما همچنان دارم تک تاک ضبط میکنم. اخبار هفته گذشته رو میخوام واسهتون یه مروری بکنم، مهمترین چیزاشو بگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ اخبار هفته، اینو بهتون بگم که من ویژن پرو اپل رو آنباکس کردم، لینکش رو میذارم این بالا، برید نگاه بکنید، یه ایده کلی راجبش داشته باشید که با چی طرفید. خیلی محصول عجیب غریبیه و نحوه استفادهش یه جوریه که اصلا شما مثلا جوری انگار بچگی بلد بودی، یعنی انقدر سریع یاد میگیری. و از همه مهمتر روش وی پی ان هم نصب میشه، یعنی این دغدغتون نباید باشه، دغدغتون باید 250 300 میلیون دیگه باشه، که البته من اصلا توصیه نمیکنم برید بخریدش. اسپانسر این قسمت سک تاک برند آنر، یه برند خیلی قدیمیه توی بازار کشور ما، بوده تو بازار موبایلش و خیلی از گوشی‌هاش هم تو هم دیجیتا بررسی کردیم. حالا مجدد دوباره وارد بازار کشور شده و هم محصولاتش به صورت حضوری میتونید خریداری بکنید، هم آنلاین و کلی هم فروشگاه دارن این برنامه تو کشور. پیجشون هم این زیر میذارم، میتونید اخبار جدیدشون از اونجا پیگیری بکنید. حالا با این اوصاف بریم تو تک تاک. با این اوصاف وارد تک تاک این هفته بشیم. بازی دوم رو همتون بازی کرد، یعنی بالا جدیدتراش و کم سن و سال تراتون و قدیمی تراش و پر سن و سال تراتون بازی کردید و تقریبا پلتفرمی نیست که روش دون رو اجرا نکرده باشن، حتی رو LCD در یخچال هم اگر بشه این دون رو اجرا کردن. در همین حین یک محققی از دانشگاه MIT تونسته بازی دون رو باکتری روده اجرا بکنه. مثلا یه روده بیکار افتاده گوشه اونجا، حالا روش دون اجرا کنیم. که اصلا من واقعا نفهم روی دونه بافت زنده چجوری میتونی دون اجرا بکنی، که البته خب میشه مثلا با یه سری کارا واکنش بافت رو عوض کرد. ولی حالا نگاه کنید، عرضم خدمتتون که یه نمایشگر یک بیتی رو با این باکتریا ساخته و گفت اوکی، یعنی دقیقا همون ولتاژا رو یه جوری باهاش چیز کرده که انگار پیکسل بشه. وضوح نمایشگر میشه 32x48 پیکسل و ولی خب دوم رو اجرا کرد. حالا تو بگو یه فریم مثلا. بعد جالب اینجاست که هر یک فریمش 9 ساعت طول میکشه که صبر بکنید و واسه اینکه کل بازی انجام بشه باید 600 سال زمان بذارید. کاری که دقیقا انجام کرده اینه که مواد بیولوژیکی را با کودهای دیجیتال ترکیب کرده که مانند نمایشگرهای بسیار کوچیکی عمل میکنن. نرخ فریم این نمایشگر ضعیف 70 دقیقه طول میکشه تا باکتری یه فریم رو از بازی پیش بره و 8 ساعت دیگه زمان میبره بالات اول، یعنی 70 دقیقه طول میکشه که یه حرکت یه چیزی رو نشون بدن، 8 ساعت طول میکشه برگردن بالات عادی که هیچ رو نشون نمیدن، یعنی خاموشش کنی 8 ساعت بعد خاموش میشه. و خیلی جالبه و یه ویژگی هم هست به اسم DROE، یعنی Doom Runs on Everything، یا Doom روی هر چیزی اجرا میشود و مثل اینکه باکتری روده هم جز بشه. این برای من جذاب بود، طبیعتاً احساس میکنم برای شما هم میتونه جذاب باشه. گل رنگ فقط منو نخریده. اگر واسه تون سواله، افق کوروش، هر چی که کوروش داره بجز من، مثل سینمای کوروش نمیدونم، همه کوروش ها کوروش مال نمیدونم کوروش فلان، اینا همه مال گل رنگه. هر چیزی هم که او داره مال گل رنگه، او فود، او کالا، نمیدونم همه اینا. و اصلا اگه تو سایتشون بری اصلا میبینی که یه چیزایی مال گل رنگه که تو اصلا فکر نمیکنی. مثلا ممکنه که همجور رندوم اینجا دست بندازی ورداری از رو زمین یه چیزی ورداری گل رنگ اون مال منه. تپسیه منا مال گل رنگه. یعنی توی هفته گذشته شروع کردم به خریدای سوسکی سوسکی از سهاما، همه رو خریدن و الان 2100 هزار میلیارد تومان یا 2100 میلیارد تومان این سهاما رو خریداری کرده که میشه 70% سهام تپسی. و کلا تپسی با بعد از یکی دو سال که وارد بورس شد کلا دیگه بر اساس خود گفته‌های میلاد منشیپور مدیر عامل سابقش به نتیجهش رسید، یعنی ما یه استارتاپی را آوردیم بالا، وارد بورسش کردیم و فروختیمش به یه جای بزرگتر و حتی خود منشیپور هم سهامش رو فروخته و الان همه چی تخت دست گل رنگه. الوپک رو هم چند وقت پیش خریده بود و اگر اینا رو تجمیع کنه رو هم یه اپلیکیشن درست درمون توش در بیاره، یه سوپر اپ دیگه خواهیم داشت که میتونه قشنگ با رقابت با اسنپ بره جلو و رقابت به نفع مصرف کننده است همیشه، برخلاف چیزی که ایکس باکس داره میره سراغش. به نظرم میتونه خروجی خوبی داشته باشه. البته هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. اوفود هنوز فقط آزمایشی تو مشهد راه افتاده، الوپک تو شیراز فعالیتش رو شروع کرده و حالا باید ببینیم که چجوری همه اینا زیر یه سقف میخوان کار انجام بدن. وزارت میراث فرهنگی گفته که 20 تا اینفلوئنسر خارجی رو برای تولید محتوا 20 تا اینفلوئنسر خارجی رو برای تولید محتوای گردشگری به ایران میآیند که یکیشون اومده. هدف چیه؟ هدف اینه که اولا میگن که از کشورهای چین، مالزی،
برزیل و حالا تو پرانتز آمریکا به ایران اومدن، نوشته که تولید محتوای خوبی در حوزه گردشگری هایی که کشورهایی که لغو روادید شده انجام شده، یعنی دیگه ویزا بهمون نمیدن نمیتونیم بریم اونا. بخش اینا تو نمایشگاه رو نمایی میکنه، نمیدونم از اینفلوئنسر رو نمایی میکنه یا از تولید محتواش، و آژانس های گردشگری هم تو این قضیه دخیل هستن دیگه. حضور گروه رسانه‌ای در کشور خواهیم داشت، اقدام مستمری است که همیشه انجام می‌شد. بازیگر بالیوودی نیز به ایران آمد و چند وقت پیش یک نشست رسانه‌ای هم برگزار کرد. خب چرا به جای مثلا آمیتاب بچان و شاهرخ خان اینا مثلا چرا پریانکا چوپرا رو نمیارن مثلا؟ یه مقدار احساس می‌کنم. آره. عرضم خدمتتون که آقای زارپور وزیر ارتباطات یک کار درست اگر در طول دوران وزارتش انجام داده باشه از لحاظ حمایت از کاربر و مصرف کننده، علاوه بر تمام کارهای نادرستی که انجام داده حالا برای مصرف کننده، اینه که اومده گفته که آقا یک سازوکاری ایجاد بکنیم همه پیام رسانه با هم در ارتباط باشن، ما رو بریزیم توی کاسه. یعنی مثلا شما از ایتا به بله پیام بدی، از بله به اون مکبرنگیه پیام بدی، از تو مثلا به آیگپ پیام بدی و اینجور داستانا. خیلی چیز جالبیه، واقعا یه چیز جالبیه. همین رو اتحادیه اروپا اومده کپی کرده ازش و کمپانی ها رو اجبار کرده که این کار رو انجام بدن، خصوصا پیام رسانه‌ای مثل اسمشو نبر. یعنی ما صادر کردیم این روش رو و به نظر من خیلی خوبه. بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا یا همون DMA دیجیتال مارکتینگ اکت، پیام رسانه‌های بزرگ واتساپ و فیسبوک مسنجر، پیام رسانه بزرگ یعنی احتمالاً تعداد کاربراشون از یه حدی بیشتر باشه، اینا باید با هم و با سایر پیام رسانه‌ها تعامل داشته باشن. یعنی به چه صورت؟ یعنی که شما بتونی از واتساپ به تلگرام پیام بدی، از واتساپ به فیسبوک مسنجر پیام بدی، از اون به این پیام بدی، از اون به سیگنال پیام بدی، از اون به بله یهودی پیام بدی. از اونجایی که بله 80 هزار میلیارد کاربر داره، طبیعتاً جزء پیام رسانه‌های پرمخاطب حساب میشه تو اتحادیه اروپا و باید حتماً باهاش تعامل داشته باشن با این جور چیزا. فقط مشکل اینجاست که پیام‌ها فقط میان، چون از اون ور به این ور فیلتره. یعنی مثلا شما دیگه فقط دیدی نوتیفیکیشن ها میان با وجودی که فیلتره، این همون جوریه. مثلا پیام میاد تو مثلا مطلع میشی تلگراف، مثلا کوروش شما بیداری نمیتونی جواب بدی، بیدارم. این یه همچی اتفاق میفته. هیچ وقت فکر میکرد مسواک برقی بتونه مثلا جون شما یا مثلا جون امنیت سایبری شما رو به خطر، جون امنیت سایبری من نمیدونم چیه، ولی در صورت یه سری هکرها از 3 میلیون مسواک هوشمند استفاده کردن واسه هک. عرضم خدمتتون که خیلی بامزه است واقعا. بذارم که دقیقاً چیکار کردن. آقای استفان زوگر از شرکت امنیتی فورتینت گفته که هر دستگاهی که به اینترنت متصله مثل همون IoT میتونه واسه حمله هکری مورد سوء استفاده قرار بگیره. احتمالاً وارد شبکه شدن، رخنه کردن توی اون دیوایس، از توی اون دیوایس خب طبیعتاً بلوتوث داره یا وای فای داره، دوباره رفتن تو گوشی شما و حمله هکری کردن. یعنی واقعا خیلی عجیبه. یارو مثلا چه میدونم به دوربین خونه شما دسترسی پیدا میکنه، خب دوربین توی شبکه محلیه دیگه، بعد از توی اون دوربینه میره توی مسواک، مسواک اپلیکیشنش تو گوشی شما هست لابد، از توی اون میره تو اپلیکیشن، اپلیکیشن رو اکسپلویت میکنه و از تو میره مثلا تو اپ بانکیت و حسابتو خالی میکنه. این دیگه بدتری سناریوی ممکنه و واقعا ترسناکه که یعنی شما مسواک برقیت هم یه روزی ممکنه دهنت شما رو سرویس بکنه. واقعا نمیدونم. در همین راستا موزیلا مانیتور پلاس معرفی شده. موزیلا مانیتور پلاس چیکار میکنه؟ یه سرویس اشتراکیه که به شما اجازه میده اطلاعات خودتون تو سطح اینترنت پیدا بکنید و پاکشون بکنید. منتها پولیه. یک پکیج یک ساله $108 داره و اینجوریه که شما اسمتو میذاری، مثلا تو هم گیفی که دارید نگاه میکنید مثلا میگه تو این وبسایت ها پیدا کردم، اینجاها عضوی، اینجاها دیتا هات واسه فروش قرار داره و فلان، مثلا اینجور خونت اینجاست، همه اطلاعات ازت میگیره و واسه پیدا میکنه که مثلا کجایی رو چه کارهایی رو میتونی انجام بدی برای فروش اینجور چیزا. البته خود این خودش داستان داره، یعنی شما کلی اطلاعات در اختیار این قرار میدی و این ممکنه خودش بترکه. فعلا فقط در اختیار کاربرهای آمریکاست، ولی به نظرم چیز جالبیه. یعنی این حق فراموشی واقعا خیلی چیز عجیب غریبیه که ما رعایتش نمی‌کنیم اون بتام، ولی الان خیلی چیز خوبیه. آیفون 16 یه تغییر ظاهری انقلابی خواهد داشت که پشماتون می‌ریزه و قیافه شبیه آیفون 10 میشه از پشت، جلوش که همونه. این عکسایی که عکسای رندر شده یکی ازش لو رفته
سمت چپ آیفون 15 رو دارید میبینید، سمت راست آیفون 16 رو دارید میبینید که خب دکمه اکشن داره، یه مقدار مثلا دکمه های ولومش چپ و راست شده و ماژور دوربینش از این حالت قطری که اپل گفت بود به خاطر جا دادن سنسور بزرگتره تبدیل شده دوباره به حالت عمودی و همون حالتی که من همیشه میگم آیفون 10 واقعا یکی از بهترین ماژورهای دوربینو داشت، اونطوری داره میشه و خیلی خوشگل تر میشه به نظر من. حالا شاید همچنان این حالت مربعی رو داشته باشه از پشت که یه داستانی داشته باشه، ولی به نظرم اوکیه. و اکشن دا این داینامیک آیلند داره، اکشن باتن رو داره و اینجور چیزا دیگه، یعنی فکر نکنم. البته میگن که یه دکمه شاتر دیگه هم داره اون بغل که قبلا مرحوم سونی اکثر دوربیناش این دکمه، اکثر گوشیاش این دکمه شاتر داشت، این ایکسپری آر کی اس من داشت. حالا نمیدونم این دکمه شاتر چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر لازمه اصلا. خیلی ها من جمله خود من میگن که اپل واقعا توی زمینه هوش مصنوعی داره یه مقدار ضعیف‌تر از رقبا عمل میکنه، که البته الان با خودت میگی آقا تو کی که میگی اپل داره ضعیف، من چیزی که در اختیار کاربر قرار میگیره دارم میگم، چیزی که تو بخش آرندیش داره انجام میده واقعا من نمیبینم و نمیتونم تصمیم بگیرم راجبش. و خب الان همه گوشی‌های مطرح، همه پرچم‌دارا یه نمور از هوش مصنوعی دارن و ما همچنان با سیری احمق داریم واقعا سر و کله می‌ذاریم، واقعا احمقه، یعنی جز این من چیزی نمی‌پذیرم، دارم استفاده می‌کنم. حالا یه مدل هوش مصنوعی داره به اسم MGIE که کارش اصلا مخففش میشه ماشین لرنینگ لارج لنگویج مدل یا یه چیزی همینجور چیزاست. آره اون LLM که لارج لنگویج مدل همشو نمیدونم واقعا چیه، گایدد ایمیج ادیتینگ که واسه کارهای ساده و مثلا اینجور چیزاست، یعنی شما عکس رو ریسایز میکنی، کراپ میکنی، انهانسش میکنی، از اینجور اتفاقا واسش میفته. توی گیتاب هم در دسترسه و مثلا یه عکس بهش میدی میگه یه مقدار خب مثلا چیز سرش کن، مثلا اینجا خوش مثال زده یه دونه پیتزاه، یه مقدار چیز سرش کن، مثلا سالم ترش کن، یه سری بروکلی میریزه. خیلی عجیبه واقعا. و شما میتونید از گیتابش برین استفاده بکنی، ولی خب احتمالاً این قراره که به آیفون های بعدی یا تو آپدیت های بعدی iOS اضافه بشه. نسل بعدی آیفون SE که میشه نسل چهارمش، دقیقاً همون دیزاین آیفون 16 و 16 پلاس رو خواهد داشت، حالا چیزی که ازش لیک شده با یه دوربین همچنان، ولی خب سنسورش احتمالاً بزرگتره، داینامیک آیلند هم داره و طراحی شبیه آیفون 14 مینی اگر اشتباه نکنیم، یعنی تو همون ابعاد کوچولی یا اندازه آیفون معمولیه یا یه مقدار کوچیک‌تره. حاشیه‌هاش تا ناموس حاشیه داره واقعا به نظر من خیلی زیاده و پورت USB Type C که قطعا خواهد داشت و من فکر میکنم سال بعد، یعنی این چیزی که اینجا نوشته میگه سال بعد 2005 بعد از عرضه آیفون 16 در پاییز وارد بازار بشه، یعنی اگر اوکی پیش بره همه چی احتمالا تو آبان معرفی بشه. عرضم خدمتتون که مایکروسافت تایید کرد که اگر ویندوز 12 دوست دارید خیلی دنبالش نباشید، تو سال 2024 هیچ خبری از ویندوز 12 نیست و اون نسخه 24H2 یا آپدیت سال 2024 در نیمه دوم برای آیفون 11 عرضه خواهد شد. خیلی ها اینو با اون اشتباه گرفته بودن، یه مقدار ویژگی های هوش مصنوعی این 24H2 خیلی بیشتره، کوپالیتش باهوش‌تره، نمیدونم جاهای بیشتری میتونه بهتون کمک بکنه و حالا یه سری ریزکاریایی که میتونه این برون برن بهینه سازی هایی که میتونست انجام بده داره انجام میده. یکیش همین پشتیبانی بومی از وینرره که از فایل های رر که خیلی درست، یعنی پسورد داشته باشه شما نمیتونی کاریش بکنی واقعا، یعنی خیلی بد پیاده سازی شده. اگر از بلو اسکای دوست داشتید استفاده کنید و تا الان نمیتونستید استفاده بکنید، خب الان بدون دعوتنامه و بدون وی پی ان و فیلتر چکن و با شماره ایران و با دریافت پیامک ورود میتونید برید وارد، یعنی خیلی آزاده همه چیش، فعلا هنوز آقایون خیلی قفلی نزدن روش و میتونید برید استفاده کنید. من خودم دارم ولی خیلی خالیه، هیچ کی نیست اونجا، یعنی شما تو فیدت میتونی با یکی پرایوت چت داشته باشی، اینقدر خلوته. برید استفاده بکنید ببینید چه جوری میشه دیگه. خیلی مثلا میگفتن که این چون جک دورزی داره توسعهش میده، این توییتر بعدی و ما توییتر قدیمی رو میخوایم، برید استفاده کنید ببینید لذتشو برید اگه دوست دارید. و در نهایت بارد، همون هوش مصنوعی چت محور یا چتبات گوگل، به جمنای تبدیل شده. آره جمینی ولی تلفظ درستش جمنای، میتونید از اون برید استفاده بکنید. یه اپلیکیشن اختصاصی هم واسه اندروید توسعه دادن که میتونید قشنگ مثل کوپایلت و چت جی پی تی رو ازش استفاده بکنید. یه دونه هم جمنای ادوانسد که با $20 اضافه تر در ماه شما میتونید دسترسی به یه چیزای بیشتری داشته باشید، که البته یکی از دوستای من اینو خریده
و میگه که همون محدودیتایی که نسخه معمولیش داره اینم داره و همون چرت و پرتایی هم که این جواب میده اونم جواب میده. من نمیدونم دقیقاً چه استفاده‌ای داشت نمی‌کرد، حالا نمیدونم. خلاصه که اینجوریه دیگه. اینم از اخبار این هفته. به نظر من خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفتاد، اون داستان گلرنگ به نظر مهمتر بود. عرضم خدمتتون که اپلیکیشنم که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم دقیقا همون اپلیکیشن جمینای واسه اندروید که برید ازش استفاده بکنید. بد نیست، فقط این حواستون باشه که وی پی ان آمریکا لازم دارید واسه استفاده ازش. و کلا درسته که این تو 170 تا کشور در دسترسه و از 200 زبون پشتیبانی میکنه، ولی خب میدونید که فارسی درست اگر پشتیبانی میکنه به خاطر ایران نیست و ایران هم توش نیست. یعنی با آی پی ایران مثلا میری میگه که تو کشور شما در دسترس نیست فعلا، که این فعلا یعنی همیشه. پس وی پی ان آمریکا سیف ترین وی پی ان واسه استفاده از این هوش مصنوعی جدید و ازش استفاده کنید. حالا یه چت بات دیگه هم به چت بات های دیگه تون اضافه کنید. عرضم خدمتتون که با این اوصاف بریم خداحافظی بکنیم با شما تا هفته بعد. خدا نگهدار. لایک و شیر و سابسکرایب به اون کامنت انگلیسی هم که فراموشتون نشه. فعلا خداحافظ.